سلام علیکم، به بخش کارعملی مضمون اسناد داوطلبی برنامه ابتدایی تصدیقنامه مدیریت تدارکات خوش آمدین. دوستای عزیز، به تعقیب ویدیوهای قبلی کار عملی که بر شما در نظر گرفتیم، خانه پوری قسمت سوم شرطنامه معیاری تدارک اجناس، یعنی معیارات ارزیابی، و قسمت پنجم جدول نیازمندی ها می باشند. دوستای عزیز، در ویدیو قبلی برای شما مکمل تمام قسمت های یک شرطنامه معیاری تدارک اجناس را معرفی نمودیم و گفتیم که کدام قسمت ها قابل خانه پوری است از طرف اداره تدارکاتی، و در این قسمت سوم شرطنامه معیاری تدارک اجناس، یعنی معیارات ارزیابی را، و قسمت پنجم ما خانه پوری میکنیم. دوستای عزیز، قسمت سوم قسمی که از نامش پیداست معیارات ارزیابی و اهلیت است، و دوستای عزیز در این قسمت در مورد معیاراتی که یک آفر ارزیابی میشه و داوطلب که دارای اهلیت می باشد تشخیص می شه. در اینجا تمام موضوعات درج می گردد، یعنی قسمی که در دیگر شرطنامه ها در صفحه معلومات داوطلبی معیارات درج می گردد در شرطنامه ساختمان، در شرطنامه امور، در شرطنامه اجناس در قسمت سوم معیارات ارزیابی درج می گردد. دوستای عزیز، در قسمت معیارات ارزیابی در شرطنامه تدارک اجناس چهار نکته است که در نظر گرفته میشه. نکته اول یا موضوع اول ترجیح است، که ترجیح داخلی مطابق به حکم چهارم طرز العمل تدارکات در اینجا متنش به صورت معیاری و استاندارد درج است مد نظر گرفته میشه. و قسمت دوم معیارات اضافی است. معیارات اضافی هر گونه معیار مشخص اضافی که ما بر علاوه معیاراتی که در ارزیابی در نظر میگیریم، مانند ترجیح، مانند توانمندی مالی، تجربه مشابه، حجم معاملات، یعنی بر علاوه از این اگر ما کدام معیار اضافی را در نظر میگیریم، پس در این قسمت باید ما درج بکنیم. پروژه ما شما که پروژه قبلی است، یعنی تدارک 100 پایه کامپیوتر لپتاپ است، در اینجا ما کدام معیار اضافی بر ارزیابی نداریم و بناهن در این قسمت ما درج میکنیم که معیارات ارزیابی قابل اضافی قابل تطبیق نیست. و همچنان نکته دیگه که شامل معیارات ارزیابی میشه، دوستای عزیز، قراردادهای چندگانه است. قراردادهای چندگانه چون در صورتی که ما شما تقسیم به اساس یا بخشا داشته باشیم و برای هر آفر یک قرارداد ارائه بکنیم، پس در چنین حالت ما قراردادهای چندگانه خواهیم داشت، چون اینجا ما تقسیم بخشا نداریم و قراردادهای چندگانه در این قسمت قابل تطبیق نیست. نیم دوست عزیز، سر معیارات ارزیابی بعدی، یعنی معیارات را که ما شما در ارزیابی در نظر میگیریم، در قدم اول توانایی مالی است. داوطلبان باید سند را از یک بانک معتبر ترتیب نمایند که نماینگر توانایی مالی یا سرمایه موجودشان در قسمت حساب موجود یا current balanceشان که نشان دهنده حداقل مبلغ 2,160,000 افغانی باشد را ارائه نمایند. دوستای عزیز، توانمندی مالی را نظر به متعد المال شماره 22، یعنی متعد المال شماره 22 تعدیل زمینی شماره 5 طرز العمل
تدارکات است در مورد معیارات ارزیابی. مطابق با زمین شمار تعدیل زمین شمار 5 و مطابق با متعدد المال شمار 22 توانمندی مالی داوطلبه ما باید به اساس نخستین پرداخت محاسبه بکنیم و در صورت که ما نخستین پرداخت از اینا بیشتر از 30% یعنی در اجناس بیشتر از 30% باشد، پس ما الی 30% توانمندی مالی را از اینا تقاضا میکنیم و قسمی که قبلا گفتیم در متعدد المال شماره 22 در صورت که پرداختا به در قرارداد به طور مجموعی صورت میگیره، یعنی قرارداد ما پرداخت بالمقت است و یک بار ما پرداخت میکنیم، در این صورت توانمندی مالی را ما 50% میگیریم، یعنی 50% از قیمت تخمینی. و دوستای عزیز در اینجا ما تقریبا 27% توانمندی مالی داوطلبه در نظر گرفتیم، چون قیمت تخمینی ما شما 8 میلیون افغانی بود. صورت حساب بانکی که من حیث سرمایه نقدی شرکت ارائه می شود باید بیلانس کافی را مطابق مبلغ خواسته شده مندرج شرطنامه باشد. تاریخ صدور صورت حساب بانکی باید در خلال تاریخ اعلان دعوت به داوطلبی الا تاریخ آفرگشایی باشد. صورت حساب بانکی با سایر اسناد مالی که من حیث سند دارایی نقدی یعنی توانمندی توانایی مالی ارائه می گردد باید به نام شرکت اشتراک کننده باشد، نه به نام شخص، رئیس یا معاون و یا نماینده قانونی آنها. در غیر آن آفر ارائه شده رد و غیر جوابگو پنداشته می شود. و همچنان ارگاه تسهیلات اعتباری یا کردیت آف لاین آف کردیت است، از یک بانک من ایسه سرمایه نقدی شرکت ارائه می گردد باید واضحا حداقل مبلغ کافی که در اسناد داوطلبی خواسته شده است ارائه نمایند. بانک صادر کننده تسهیلات اعتباری به صورت واضح مبلغ خواسته شده مندرج شرطنامه را تعهد نموده و مطابق فرمت داده شده اسب متعدد المال شماره 5505/42-49 معرخ 1395/7/28 دی افغانستان بانک باشد ارائه نماید. تسهیلات اعتباری مشروط و یا عدم مطابقت به فرمت معیاری داده شده به هیچ صورت قابل قبول نیست. تجربه مشابه قسمت بی تجربه مشابه است. داوطلبان باید شواهد اجرای یک قرارداد مشابه در خلال مدت 10 سال اخیر را ارائه نمایند که مجموع ارزش پولی آن حداقل بالغ به مبلغ 5,680,000 افغانی باشد و یا دو قرارداد که مبلغ ارزش پولی آن بالغ به مبلغ 8,880,000 افغانی باشد ارائه بکنند. حجم معاملات یعنی حجم معاملات را که ما می خواهیم 2 سال داوطلب در 5 سال اخیر که داوطلبان باید حجم معاملات لازم حداقل معادل 9,440,000 افغانی مورد نظر اداره را در 2 سال از 5 سال اخیر باشد ارائه نمایند که حجم معاملات ما معمولا 100 الی 140% از قیمت تخمینی مد نظر می گیریم. جهت تثبیت حجم معاملات سالانه گزارش تفتیش یا بیلانس شیت که توسط تفتیش مستقل ترتیب و یا تصدیق گردیده باشد یا گزارش مفاد و ضرر و یا سایر اسناد مالی که بتواند اصول مبالغ از ناحیه اجرای قرارداد را نشان دهد مطالبه گردد. نوت:
داوطلبایی که قرارداد ها را به زبان های خارجی من حیث قرارداد و مشابه ارائه دارند باید از مرجع معتبر ترجمه شده به یکی از زبان های ملی دری یا پشتو ارائه نمایند. همچنان در صورتی که داوطلب شرکت مشترک یا جی وی دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد. آفر شامل معلومات اهلیت برای هر یک از شرکای مشترک باشد. یعنی خب دوم، آفر به منظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مور و امضا شده باشد. سوم، تمام شرکا به صورت مشترک مسئول تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشد. چهارم، یکی از شرکا من حیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسئول قبول مسئولیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد. اجرای قرارداد به شمول پرداخت با شریک اصلی صورت می گیرد. نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است. هفتم، تضمین آفر به نام تمام شرکا باشد. برای مطابقت یا حداقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حداقل 25% و شریک اصلی حداقل 40% معیارهای اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک با هم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا حداقل 100% معیار اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط مذکور منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. داوطلبان جهت تثبیت اهلیت خیش اسناد و مدارک مهر و امضا شده زیل را ضمیمه آفر خیش ارائه نمایند. یک نقل از تصدیق نامه های راجستر داوطلب، تصدیقنامه هویت حقوقی، جواز تجارتی و سایر اسناد. یک نقل اوراق ثبت و راجستر مالیه، سند تصدیق از تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دور. تعهدنامه امضا شده مبنی بر این که داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار ندارد. تعهدنامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات. تعهدنامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بل اثر تخلف در تجارت در خلال 2 سال قبل از اشتراک. تعهدنامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر این که موصوف و یا یکی از کارمندان و مدیران مربوط وی مطابق ماده 49 قانون محروم نگردیده است. دوستای عزیز، این بود قسمت سوم شرطنامه معیاری تدارک اجناس، قسمی که روز گذشته بر شما گفتیم. قسمت سوم معیارات ارزیابی و اهلیت بود و معمولاً قسمت هایی که ما براتون آیلایت کردیم، این قسمت ها قسمت هایی است که خانه‌پوری شده و کار عملی است. یعنی عملا شما وقتی که شرطنامه را خانه‌پوری میکنین، قسمت های آیلایت شده یا زرد شده را باید در شرطنامه ها مد نظر بگیرین و مانند این مثالی که ارائه کردیم خانه‌پوری بکنین. در قسمت چهارم، فرمه های داوطلبی، 10 فرم است که دیروز تمامش مطالعه کردیم. نمونه از این فرم ها در خود شرطنامه موجود است، ولی ما در این قسمت نمونه ایش براتون ناوردیم. دوستای عزیز، میایم در قسمت پنجم. قسمت پنجم جدول نیازمندی ها است و در جدول نیازمندی ها قسمی که روی صفحه میبینین 5 مورد لست شده. یعنی ما باید 5 مورد خانه پوری بکنیم. البته نظر به تدارکات ما فرق میکنه دوست عزیز. امکان داره که
نظر به نوی جنس رک ما تدارک میکنیم. دو لسته خانه پوری بکنیم، دو بخش خانه پوری بکنیم، سه بخش، چهار بخش و یا هر پنج بخش. خب قسمت هایی را که ما در اینجا خانه پوری کردیم بر شما یک و یک به خانش میگیریم. لست اجناس و جدول تعویلی، لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل است، مشخصات تخنیکی است، نقشه های تخنیکی، آزمایشات و معاینات. یعنی این پنج قسمت یا پنج فرم یا پنج جدول است که باید توسط اداره نظر به نیاز اداره خانه پوری شود. دوستای عزیز، قسمی که فرم اول لست اجناس و جدول تعویلی بود، ما ای را طور خانه پوری میکنیم، یعنی اداره تدارکاتی باید قسمت هایی که آیلایت کردیم این قسمت ها را خانه پوری بکنن و صرف تاریخ تحویلی پیشنهاد شده توسط داوطلب، ای را داوطلب بر ما خانه پوری میکنن. خب اول شماره از دوستا، چون ما و شما یک قلم جنس در نظر گرفتیم، تدارک صد پایه کامپیوتر لپتاپ است به وزارت معارف، پس در اینجا شماره ما یک است. توضیح جنس یا مشخصات را که شما برای یک کامپیوتر لپتاپ باید مد نظر بگیریم، اول کامپیوتر ما لپتاپ است و دوم پروسسرش است که انتل کور آی 7 است، رمش است دی دی آر 4 و 16 جی بی است، آر درایوش 1 تی بی ساتا است و گرافیکش 2 جی بی است، دیدیکیتد است و او اس ویندوز 10 پرو و جنیان لیسنس است و دیسپلیش 15.6 اچ دی است، دبلیو وی ای 1920 در 1080 تچ اسکرین است و فیچرش انتل سمارت است، کچا انتل توربو است و بوست تکنولوژی 2.0 و اوریجینال است. یعنی این مشخصات هست که مشخصات طبعا افراد تخنیکی و مسلکی که در بخش آیتی کار میکنن مشخصات بر ما اینا تعیین میکنن. البته شعبه نیازمند و شعبه نیازمند و شعبه نیازمند مشخصاتشون رو به ما ارسال میکنن و ما در شرطنامه درج میکنیم و مقدار یا کمیتش 100 است، واحدش پایه است، محل نهایی مندرج صفحه معلومات داوطلبی. در صفحه معلومات داوطلبی دوستای عزیز محل نهایی را ما ریاست های وزارت معارف گرفته بودیم، ولی در اینجا ما دیپوی وزارت معارف گرفتیم به خاطر ای که ما جنس بر ما در دیپوی وزارت معارف تسلیم میکنن و بعد از او تا ریاست های وزارت معارف خود ما انتقال میدیم. تاریخ آغاز تحویلی اجناس است. تاریخ آغازش تاریخ اول میزان 1399، یک هفته 1399 بعد از امضای قرارداد و صدور مکتوب دریافت جنس یا اجناس و تاریخ ختم تحویلی اجناس تاریخ 20/8/1399. این بود دوستای عزیز جدول تحویلی و تکمیلی اجناس و در این قسمت خدمات لست خدمات ضمنی است. دوستای عزیز، ما گرچه بر پروژه خود خدمات ضمنی نداریم، چون هر اداره که ریاست آیتی یا آمریت آیتی یا بخش آیتی دارن، اینا به خاطر کامپیوترهای خود
یعنی انستالیشن ویندوز و آفیس ها نیاز نمیبینن که خدمات ضمنی را اضافه بکنن. خب ولی در اینجا جهت آگاهی و معلومات شما ما این فرم خانه پوری کردیم. توزیع خدمات گفتیم نصب برنامه ویندوز و آفیس است، یعنی انستالیشن، اگر بگویم انستالیشن برنامه ویندوز و آفیس. کمیت در صورتی که قابل اجرا باشد، بازم چون اینجا خدمات است و خدمات زمینی است، یعنی نصب برنامه ویندوز و آفیس برای 100 پایه، برای 100 کامپیوتر و لپتاپ، واحد فیزیکی پایه برای لپتاپ گرفتیم، محل اجرا وزارت معارف و تاریخ نهایی تکمیل خدمات تاریخ 3/8/1399، یعنی 10 روز بعد از تسلیمی جنس باید برای ما و شما تمام کامپیوترها ویندوز و آفیسش انستال شود. در قسمت سوم مشخصات تکنیکی، یعنی خلاص مشخصات تکنیکی را در اینجا یک جدول داریم که درج میکنیم. دوستای عزیز، اینجا اجناس و خدمات ضمنی باید در مطابقت با معیارات و مشخصات تکنیکی ذیل باشد، یعنی مشخصات تکنیکی ما و قسمی که در بالا ذکر کردیم، اما مشخصات ما در اینجا درج میکنیم. خب شماره است 1، نام اجناس یا خدمات ضمنی، نام اجناس کامپیوتر لپتاپ است و همچنان مشخصات تکنیکی و استانداردهایش مشخصات است که قبلا گفتیم در جدول تکمیلی یا جدول نیازمندی. پروسسر انتل کور آی 7 است، رم دی دی آر 4 16 جی بی است، آر درایو 1 تی بی ساتا است، گرافیکش 2 جی بی دیدیکیتد است، او اس ویندوز 10 پرو و جنیان لینسنس است و دسپلیش 15.6 اف اچ دی است و دبلیو وی ای 19.20 در 10.80 و تاچ است، فیچر انتل سمارت است، کاچا انتل توربو بوست است و تکنولوژی 2 است و اوریجینال است. و دوم دوستای عزیز، نصب ویندوز و آفیس گرفتیم، یعنی اول جنس و دوم هم خدمات ضمنیش که مشخصات خدمات ضمنی نصب ویندوز 10 و آفیس 2020. نقشه های تکنیکی، نقشه های تکنیکی از اینکه ما در این قسمت کدام ترسیمات و نقشه نداریم که ما فرمایش بدیم که بر ما مطابق نقشه ها دیزاین بکنن جنس، در چنین آلت ما نوشته میکنیم که شامل ترسیمات نمی باشد، یعنی این شرطنامه ها شامل ترسیمات نمی باشد. ولی اگر ما ترسیمات داریم، پس شماره ترسیمات، نام ترسیمات و مقصدش در این قسمت باید درج بکنیم، ولی برای کامپیوتر و لپتاپ ما ترسیمات نداریم. و در این قسمت آزمایش و ماینات است. در قسمت آزمایش و ماینات ما قسم برای شما خانه پوری کردیم که آیت ماینه مطابق مشخصات شرطنامه آزمایشات و بررسی زیل را انجام خواهد داد. ماینات بصری جهت اصول اطمینان از تکمیلی مقدار جنس، عدم صدمه فیزیکی و مطابقت آنها با مشخصات شرایط مندرج در شرطنامه، یعنی ما آزمایش و ماینات به طور بصری باید انجام بدیم تا مطمئن شویم که جنس مطابق معیارات و مشخصاتی که تعیین کرده بودیم است یا خیر. خب دوستای عزیز، ای بود کار عملی قسمت های سوم و
پنجم شرطنامه تدارک اجناس، تشکر از توجهتان، خدا کنه که مورد قبولتان قرار بگیره و موضوعات آموزنده باشد.